بشن هشن عاصم اصلی اخترات سیبالان و مشمر آشاق هیلت یعقوب. در ادامه قوانین شولخاناروخ سیمانه 55 ما میدونیم که وقتی جماعت تفلاشون جماعتی حساب میشه که 10 براخا با هم 10 تا زوکوری که بالای 13 سال هستن در یک مکان با هم تفیلا بخونن و اگر یکی از اونا بخواد زیر 13 سال باشه این فایده ای نداره و بعد حتما 10 براخا زکور مذکر بالای 13 سال در یک مکان باشن. اگر چند نفر با هم قدیش میگن خب به هر صورت درستش اینه که با هم قدیش میگن، و اگر در صورت این اتفاق افتاد که قدیش جلو و عقب شد، مثلا زودتر گفت یکی زود دیرتر خاتمه داد، کسایی که میخوان جواب بدن به چه صورت باید رفتار کنن؟ اگر دوتا قدیشه هنگامی که اون دوتا شخص به آمن میرسن فاصله کمتر تقریبا دو ثانیه باشه، توخکد دیبور هم باشن کمتر دو ثانیه باشه، میتونه جواب آمن اولیه بده، میتونه آخریه بده، یا حتی میتونه بگه آمن و آمن، ولی حق نداره دوتا آمن بگه. چرا؟ چون این دوتا تو فاصله زمانی دو ثانیه هستن، میگه مثل چی میمونه؟ مثل اینکه با هم خاتمه دادن. تخکده دیبور یعنی اینکه انگار با هم خاتمه دادن. و بنابراین ولی اگر فاصله بیشتر دو سه ثانیه باشه، اونایی که قدیش میگن باید بر هر دو جواب آمن بده. اگر قدیش با 10 نفر شروع کردن، در وسط قدیش 2 یا 3 نفر از کلیسا بیرون رفتن، همونجوری که دیروز گفتیم تو چنین حالتی چون که با 10 نفر شروع کردن به مجازیت قدیشا شروع کردن، تا زمانی که 6 نفر تو کلیسا باقی مونده باشن، یعنی اگر ربع جماعت اکثریت جماعت تو کلیسا باشن میتونن قدیشا خاتمه بدن. ولی بعد برحذر باشیم که اگر اونا رفتن از کلیسا بیرون و دیگه برنگشتن، قدیش بعدی دیگه مجاز نیستیم بگیم. اگر قدیش باشه مثلا دیگه مجاز نیستیم بگیم، فقط همین قدیشا چون به صورت مجاز شروع کردن میتونن قدیشا بگن. اگر خزارا را برگشت لخش را با 10 نفر شروع کردن و 2 یا 3 نفرشون از کلیسا بیرون رفتن، قانون مثل همون حالت قبله، اگر برنگشتن میشه خزارا را خاتمه بدن. نقدی شاخ هم میتونن حتی اگر قبل نقدی شاخ رفتن، چون خزارا را با 10 نفر شروع کردن مجازن که نقدی شاخ هم خاتمه بدن بخونن، ولی کوهن حق نداره دوخان بره چون یک موضوع جداگونه است، یک قدوشایی دیگه است، کوهن دیگه حق این که بخواد دوخان بره نداره و فقط خاتمه لخش و خزارا را میتونن خاتمه بدن. و دیگه قدیش بعدش، قدیش اسرائیل و خسی قدیش هم اگر اثارا نباشن مجاز به گفتنش نیستن. بخوابید.